سلام و وقت بخیر به مجمع خبری این ساعت رادیو آزادی با من جاوید نعیمی خوش آمدین. یک تیاره خطوط هوایی مالزیا با 298 سرنشین و عمله پرواز، در شرق اوکراین سقوط کرده است محل رویداد جایی است که نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه درگیر جنگ هستند شرکت هوایی مالزیا میگوید این تیاره از امستردام به کوالالامپور میرفت و در نتیجه حادثه هیچ یک از سرنشینان آن زنده نماندند پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین گفته که این تیاره در نتیجه یک عمل تروریستی سقوط کرده است قصر سفید در اعلامیه بر روز پنجشنبه گفت از روسیه جدایی طلبان حامی مسکو و اوکراین خواسته تا از آتش بس به منظور دسترسی به محل رویداد حمایت کنند. کمیسیون اروپا گفته که از این رویداد خیلی تکان خورده است. این کمیسیون از تمامی جوانب خواسته تا زمینه دسترسی به محل رویداد را فراهم کنند و در تحقیق این حادثه همکاری نمایند. در این میان نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا گفته که با باور مقام های اوکراینی این تیاره هدف راکت قرار گرفته است. اما در حال حاضر مالزیا میگوید که نمیتواند دلیل این فاجعه را مشخص سازد. رزاق گفته که اگر هدف قرار گرفتن تیاره توسط راکت افشا و تثبیت شود، حکومت تاکید میکند که مرتکبین این جنایت باید به عدالت کشانده شوند پس از سقوط این تیاره چندین شرکت هوایی بین المللی از پرواز بر فراز خاک اوکراین خودداری کردند پیش از این اداره خدمات هوایی فدرال آمریکا در ماه اپریل با شرکت های هوایی این کشور گفته بود که از پرواز بر شرق اوکراین جلوگیری کنند از آغاز عملیات زمینی اسرائیل بر غزه تا حالا یک اسکر این کشور و یازده فلسطینی کشته شدند. اردوی اسرائیل این عملیات را دیشب به منظور پایان دادن به حملات راکتی گروه حماس به خاکان کشور آغاز کرد. در اعلامیه اردوی اسرائیل آمده است که در نتیجه درگیری های صبح جمعه دو اسکر این کشور هم زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اسرائیل دیروز به نیروهای کشور دستور داد تا عملیات زمینی را بر غزه آغاز کنند. اردوی اسرائیل گفته است در این عملیات تونل های را هدف قرار می که شورشیان از آنها به خاک اسرائیل رخ نکرده و حملات را انجام می دند. حماس این عملیات را یک عمل احمقانه خوانده و گفته است چون این اقدام پیامت های ناگوار خواهد داشت. در این میان جان کری وزیر خارجه امریکا در صحبت تلفنی با صدر اسرائیل از وی خواسته که در حملات دقیق باشند از جانب دیگر بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از اسرائیل خواسته است تا در این عملیات از ایجاد خطر به غیر نظامیان جلوگیری کند مقامهای های عراقی می نیروهای امنیتی این کشور یک حمله شورشیان را بالای یک شهر در شمال عراق عقب زدند. با گفته مقام ها در این حمله 15 تن از شورشیان حمله کننده کشته شدند. خبرگزاری فرانسپرس پرس به نقل از طالب البیاتی یک مقام شهر سلیمان بیگ گزارش داده که می گوید جنگجویان گروه داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام درست پیش نتوانستند شهر امیرلی را تصرف کنند و در نتیجه 15 شورشی کشته شدند. بر اساس گزارش اکثر باشنده های این شهر ترکمن هستند. در یک تحول دیگر نیروهای عراقی ادعا می کنند که درست پیش بخشی از شهر بقوبه را تصرف کردند باقوبه مرکز ولایت دیاله است از جانب هم خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میداد که در نتیجه انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعیان در بغداد چهار تن کشته شده و دوازده تن دیگر زخم برداشتند همچنان در شهر تاجی در 20 کیلومتری بغداد در حمله انتحاری با موتر مملو از مواد منفجره هفت تن کشته شدند و بل رئیس جمهور سابق امریکا در شهر لکنوی هند در یک برنامه کمک های صحی شرکت کرد و در جریان دیدار از یک قریه در این شهر از کمک ها برای زنان و کودکان خبر داد کلنتن به این مناسبت به زنان گفت که آنها با وسیله همکاری گروه های خودی می توانند خودشان را تقویت کنند و در برابر فقر پیروز شوند. بل کلنتن در این سفر از, شهر جیپور هم دیدن کرد. رئیس جمهور سابق امریکا در ادامه امین تلاشا و کمک رسانی به ویتنام، اندونزیا، پاپوا نیو گویانا و استرالیا هم خواهد رفت. بیننده عزیز برخی تعولات خبری ما تا این ساعت تقدیمتان شد این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام. تا دیدار بعد ما و شما وقت هر یکتان خوش خدا نگهدار رادیو آزادی رادیو آزادی. را آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 12.96 و FM 100.5